صبحگاه در یک پایگاه هوایی میان کشور نور کمرنگ خورشید روی سطوح مات و براق بدن یک دسته جنگنده می افتد هواپیماهایی که برای پرواز آماده می شوند ولی پرواز تنها لحظه ای از یک نظام بزرگتر است این نظام از زمان سفارش پرواز تا بازگشت هواپیما به زمین شبکه ای از انسانها قطعات، تجهیزات و فرایندها را در بر می گیرد که با دقت هماهنگ می شوند، نخستین حلقه این زنجیره قرارگاه فرماندهی پرواز و برنامه ریزی است و تمام و افسران عملیاتی و برنامه ریزها بسته معموریت را می بندند اولویت ها مسیرهای عبور و زمانبندی نگهداری را وز می کنند و با واحدهای پشتیبانی زمینی هماهنگ می شوند این برنامه ریزی صرفا یک لیست نیست بلکه محاسبه محدودیت ها و منابع است چه تعداد هواپیما در دسترس است چه قطعات یدکی در انبار موجود است چه تعمیراتی اخیرا انجام شده و چه وضعیت آب و هوا و تهدیدهای محیطی در طول مسیر وجود دارد بازرسی های سریع قبل از پرواز که توسط خدمه زمینی انجام می گیرد تا از سلامت ظاهری و عملکردهای پایی مطمئن شوند بازبینی های دوره که در کارگاه ها انجام می شود و تعمیرات سنگینتر که به کارخانجات منطقه ای یا خطوط تعمیرات اساسی سپرده می شود هر سطح نیازمند تخ خصوصهای متفاوتی است از تکنیسیان های موتوری و الکترونیک پرواز تا متخصصان سازه و رنگامیزی هر کدام در قالب تیم هایی سازماندهی شده اند که نقش مشخص و چکلیست های کنترلی دارند در عمل پایگاه های عملیاتی برای بالا بردن قابلیت تکرار سریع پروازها روی سرعت آماده سازی کار می کنند یعنی کاهش زمان بین فرود و پرواز مجدد از طریق تقسیم ذخیره قطعات پرمصرف در نزدیکترین نقطه مصرف و آموزش مداوم پرسنل یکی از ستونهای این زنجیره لوجستیک قطعات یدکی است در شرایط تحریم یا محدودیت تأمین خارجی این بخش چالشی ترین انصر است پاسخ به این چالش اغلب به نوآوری صنعتی و مدیریت زخایر وابسته است صنایع داخلی و کارگاه های باستولید نقش حیاتی ایفا می کنند از بازسازی قطعات فرسوده و بازیابی قطعات قابل استفاده تا طراحی جایگزین هایی که عملکرد مورد نیاز را بدون نیاز به واردات مستقیم تأمین می کنند انبارهای منطقی به صورت سطح بندی شده سازماندهی می شوند قطعات پرمصرف نزدیک پایگاه ها نگهداری می شوند قطعات تخصصی تر در مراکز تعمیرات منطقی و قطعات کمیاب در انبارهای مرکزی نگهداری می شوند سیستم های مدیریت موجودی بر پایه اولویت بندی معمولیت ها و خطر تحلیل می شوند تا هنگام بروز نیاز فوری زنجیره تأمین بتواند پاسخ دهد. تعمیر میدانی و برداشتن قطعات از هواپیمای غیرفعال برای حفظ دیگر هواپیماها راهکارهای متداولی هستند که در این تعمیرات استفاده می شوند. این عملها با چارچوبهای قانونی و فنی همراه اند تا از ایجاد مخاطره بیشتر جلوگیری شود. تصمیم به استفاده از قطعات از هواپیماهای غیرفعال بر اساس دستورالعملهایی گرفته می شود که ریسک را می سنجد و اولوی یت معموریت را در نظر میگیرد. همچنین ایجاد شبکه از کارگاه های سریع نزدیک پایگاه ها امکان می دهد تا رفع نقص های ساده و میانی بدون نیاز به ارسال هواپیما به مرکز تعمیرات انجام شود و بدین ترتیب زمان برگشت هواپیما به عملیات کاهش یابد انسان ها در این نظام مهمترین دارایی هستند تکنیسیان ها و مهندسان با آموزش های ضمن خدمت تمرین های شبیه سازی و چرخش در کارگاه های مختلف تجربه عملی کسب می کنند فرهنگ سازمانی روی ایمنی گزارشدهی نقص و یادگیری از خطاها تاکید دارد یک نقص کوچک اگر پنهان بماند می تواند به حادثه ای بزرگ منجر شود بنابراین سیستم های گزارشدهی و بازنگری فنی به صورت محرمانه و ساخت یافته عمل می کنند تا درس ها به سرعت به چرخی آموزش بازگردند برای حفظ دانش فنی، اسناد فنی و دیتابیس های علائم و علل عیوب نگهداری می شوند و تیم های تحلیل خرابی به بررسی ریشه ای نقص ها می پردازند. هدف پیدا کردن راهکارهای پیشگیرانه است نه تنها ترمیم موضعی پشتیبانی لوجستیکی تنها محدود به قطعات نیست سوخت روانکارها ابزارالات خاص تجهیزات اندازهگیری و حتی قطعات مصرفی ساده مانند بستها و پیچها باید مدیریت شوند حمل و جابجایی این مواد در داخل کشور با توجه به وضعیت زیرساخت حمل و نقل امنیت و اولویت های نظامی برنامه ریزی می شود راه آهن جاده و گاهی حمل هوایی تدارک را تکمیل می کنند. در مواقع خاص ذخایر اضطراری در نقاط امن توزیع می شوند تا در شرایط بحران عملیات مختل نشود. آماده سازی روز پرواز معمولا از نیمه شب یا ساعت اولیه صبح آغاز می شود. تیم سوختگیری، تیم شتابدهی موتور، تیم الکترونیک پرواز، تیم سلا در چارچوب مقررات و رعایت ایمنی صرفا برای آماده سازی غیرعملیاتی و خدمه کابین همگی هماهنگ می شوند. چکلیست های رسمی به صورت مستمر خوانده می شوند. این چک ها در سطح کلی گزارش می شوند تا از انگیزه ایمنی جلوگیری شود اما از ارائه دستورالعمل های فنی جزئی خودداری می کنند. آزمایش های زمین پایه و اجرای گرم کردن موتورها تحت نظارت انجام می شود و هر نشانه غیرعادی باعث تعویق یا فرستادن هواپیما به کارگاه می شود. یک جنبه کلیدی هماهنگی بین ستاد فرماندهی پایگاه و مراکز پشتیبانی است این هماهنگی با استفاده از کانالهای امن ارتباطی نرمافزارهای مدیریت مأموریت و پورتالهای لوجستیکی انجام میگیرد که اطلاعات را درباره وضعیت قطعات زمانبندیهای تعمیر و میزان آمادگی بلافاصله به روز رسانی می کنند. تصمیم ها در شرایط زمانی کوتاه مثلا قبل از برخواست باید سریعا ولی مبنا بر اطلاعات دقیق باشند آیا هواپیما برای مأموریت ایمن است آیا قطعه مورد نیاز سریعا در دسترس است و آیا ریسک پذیرفتنی است این سوالات با توازن بین نیاز عملیاتی و امنیت پرواز پاسخ داده می شوند در شرایط عملیاتی و تمرینی داده کاوی و تحلیل روندها نقش پررنگی دارد با جماوری داده های عیوب تکرار شونده سازمان می تواند پیشبینی کند کدام زیر ها احتمال خرابی بیشتر دارند و پیش‌بینی‌های های مبنا بر روند را در برنامه تعمیرات وارد کند این کار به کاهش توقیف های ناگهانی کمک می کند به موازات آن پیوند با قطبهای صنعتی برای توسعه قطعات جایگزین و تقویت توان تعمیرات اساسی ادامه دارد در برخی موارد همکاری های دانشگاهی و پژوهشی برای بهبود فرایندهای بازسازی قطعات یا ارتقای مواد استفاده می شود. در این سناریو چالشی کلیدی که بارها تکرار می شود تأمین فناوری و قطعات حساس در شرایط محدودیت بین المللی است پاسخ معمول ترکیبی از توسعه داخلی به کارگیری راه حل مبنا بر مهندسی معکوس و افزایش مقاومت زنجیره تأمین از طریق تنوع و بخشی است افزون بر این اهمیت رزروهای مادی و ایجاد قطب های توضیح منطقی در اینجا روشن می شود تصمیم برای نگهداری زخایر با توجه به هزینه ها و فضای انبار و همچنین ریسک از بین رفتن یا آسیب دیدن آنها گرفته می شود شب هنگام هنگامی که هواپیما ها یکی یکی در باند فرود می آیند و تکنیسیان ها با چراغ های دستی و ابزار به استقبال می روند یک روتین دقیق آغاز می شود بازخانی گزارش های پروازی، ثبت هر ناهنجاری، تخمین زمان تعمیر لازم و هماهنگی با انبار مرکزی گزارشی از سلامت کلی هواپیما تهیه می شود که به برنامه ریزهای مرکزی باز می گردد و در تصمیمگیری روز بعد نقش دارد. این چرخه بازخوردی است که ظرفیت عملیاتی را حفظ و بهبود میبخشد. در پایان آنچه این سناریو را رقم میزند ترکیب پویایی از نیروی انسانی آموزش دیده مدیریت موجودی هوشمند کارگاههای باستولید و مراکز تعمیرات و شبکه فرماندهی کنترلی است که همه آنها برای حفظ توان پروازی تلاش می کنند پرواز یک جنگنده نتیجه یک زنجیره پیچیده لوجستیکی و فنی است نه معجزه یک روز این ویدیو نشان می دهد که چگونه در شرایط محدودیت ها خلاقیت مهندسی، انضباط سازمانی و تمرکز بر ایمنی می تواند یک ناوگان را در آسمان نگه دارد بدون ورود به جزئیات فنی خطرناک و چگونه هر پرواز حاصل همکاری هزاران نفر در پس پرده است. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقمند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما